دوست من سلام، به روی ماهت امیدوارم حالت عالی باشه. آویشن یک گیاه دارویی هستش که عطر و طعم بسیار تندی داره. به عنوان یه درمان طبیعی برای مشکلات تنفسی هم شناخته میشه. از خواص آویشن برای سرماخوردگی اینه که عفونت‌های گلو رو کاملا از بین میبره، تا حد خیلی زیادی سرفتون رو کمتر میکنه و به خاطر داشتن ترکیبات بالزامیک و خاصیت سیال کنندگی به عنوان یه ماده مؤثر برای تسکین سرفه‌های شدید و گلو درد و اختلالات تنفسیتون معمولا میتونید ازش استفاده کنید. از مهمترین خواصی که داره، بچه ها، آویشن باعث کاهش علائم سرماخوردگی میشه، کمک میکنه به درمان سرفه‌های شدیدتون، باعث بهبود و کاهش علائم گلو درد میشه، کمک به دفع مخاط از راه تنفسی میشه، کاهش عوارض ناشی از ویروس کرونا، تسکین دردهای ناشی از آنفولانزا، درمان گرفتگی عضلات و بدن و خاصیت ضدعفونی کننده بسیار قوی داره. خب اول میخوام در مورد این صحبت کنم که آویشن برای تایم کرونا چه فایده‌ای داشت. بچه‌ها، خب نشونه های بیماری کرونا که همین الانش هم به هر حال این ویروس جهش پیدا کرده و اینا همچنان هست، خب هر چقدر که این ویروس جهش پیدا میکنه از نوع قوی تری میشه تمام در از پروسه اون ژنتیکش و اون مراحل فرآیند انتقالش. شما وقتی خود آویشن رو بخواید مصرف کنید، نشونه های بیماریتون رو کلنگ تسکین میده، کمتر میکنه، باعث تقویت سیستم ایمنی بدنتون میشه و خاصیت ضد ویروسی داره که همه اینا به درمان کروناتون و حتی اگه اوایل کروناتون باشه کاملا اونو درمان میکنه. آویشن خاصیت خلطآور هم داره که در اصل یک ضد عفونی کننده قوی هستش که تمامیه مخاط راه تنفسیتون رو اگر گرفته باشه یا دچار تنگی نفس شده باشین کاملا باز میکنه. از خواص دیگهش برای آنفولانزا هستش. بچه ها، علاوه بر خواص تنفسی، آویشن به هضم غذا و افزایش سیستم ایمنی بدنتون هم کمک میکنه. کلا مصرف چای آویشن میتونه به تسکین دردهای ناشی از این بیماری هم کمک کنه. اگه بیماری شما علائمی مثل کیپ شدن بینی، پوشش سفید ضخیم روی زبانتون، سرفه های اسپاسمیک که حالا کاملا بر حسب اسپاسم عضله به وجود میاد، کلا این گیاه در درمان دست ناشی از این گرفتگی عضلات و این سردردها نقش مفیدی داره. از طرف دیگه برای گوارش هم خیلی خوب هستش. نفخ و درد معده رو کاملا از بین میبره، باعث بهبود و هضم گاز معده میشه و یه گزینه طبیعی و بسیار عالی هستش. برای عفونت هم خیلی خوبه، باعث از بین رفتن انگل ها، باکتری ها و قارچ های موجود در معده میشه، به عنوان یه ضد عفونی کننده قوی شناخته میشه و با کاملا دهون رو کاملا پاکسازی میکنه. آویشن برای گرفتگی عضلات هم خوبه. بچه ها، گیاهی هستش که اگر که شما اونو مصرفش کنید باعث تولید اسید معده میشه و از یه طرف از سوزش سر دلتون کلن جلوگیری میکنه تو بحث معده. از طرف دیگه مثلا گرفتگی عضلاتی که تو معدتون هم هست کاملا درمان میکنه. از خواص دیگهش برای معده میشه کسایی که مشکل تهوع، استفراء، مشکل یبوست دارن کاملا به واسطه آویشن درمان میشه. برای کیست تخمدان هم خیلی خوب هستش. کلن آویشن میتونه سلامت رحمتون رو تضمین کنه، از بروز مشکلات گوارشی و مشکلات حالا زنان کاملا جلوگیری میکنه و خیلی مفیده. خواص دیگه آویشن برای عفونت های قارچی. بچه ها، اگر که دچار عفونت های قارچی مثل بیماری های پوستی قارچی هم که شده باشین، حالا چه روپوستتون چه روپوست سرتون فرق نمیکنه، در کل باعث درمان میشه. مرسی از اینکه تا انتهای ویدیو همراه من بودید. اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو لایک کنید، برای عزیزانتون بفرستید و هر سوالی که داشتین تو قسمت کامنت ها برای من بنویسین. امیدوارم که همیشه تنتون سالم و حس و حالتون عالی باشه. مرسی.